سلام دوستای عزیز کانال وانی با سلیقه به کانال ما خوش اومدین. امروز میخوایم با هم حلیم درست بکنیم. درست کردن حلیم خیلی راحت هست ولی زمان بر هست، باید حوصله به خرج بدین و تا یه حلیم خیلی خوب و خوشمزه و کشدار درست بکنیم. مواد لازم: گندم پوست کنده 500 گرم یا نیم کیلو، گوشت گوسفندی هم 300 گرم، دارچین هم برای تزیین. خب به جای گندم کامل میتونید از بلغور گندم هم استفاده بکنید و به جای گوشت گوسفندی از گوشت بقلمون هم میتونید استفاده بکنید. میریم سراغ درست کردن حلیم. اول گندم رو پاک میکنیم، تمیز میشوریم و بعد خیس میکنیم برای 2-3 ساعت. اگر بلغور گندم استفاده میکنیم نیاز به خیس کردنش نیست. گندم رو به همراه گوشت با همدیگه میذاریم بپزه. اگر بلغور گندم استفاده میکنیم لازم هستش که گوشت رو 2 ساعت قبل تر بذاریم بپزه و بلغور گندم هم جدا 1 ساعت بذاریم بپزه. گندم پوست کنده 3 الی 4 ساعت زمان میبره که بپزه، بلغور گندم هم 1 ساعته میپزه. پس اینکه کدوم رو استفاده بکنین اختیاری هست. بعضی ها جدا هم میذارن میپزه، یعنی گوشت رو جدا میذارن میپزه، گندم رو جدا میذارن میپزه، با هم هم میتونیم بذارین، جدا هم میتونیم بذارین. من با هم میذارم این دوتا رو بپزه، به مدت 3 الی 4 ساعت باید خوب بپزه. خب حلیم ما بعد از 4 ساعت این که داره میپزه و حلیم رو هم نمیزنیم اصلا، به خاطر اینکه ته میگیره به خاطر گندمی که داره، پس سعی کنید اصلا هم نزنیم. اگر آبش کشیده شد آب اضافه بکنیم. دوست عزیز بعد از 4-5 ساعت این که حلیممون پخت، گوشتاشو در میاریم توی ظرف جدا ریش ریش میکنیم و خود حلیم هم گوشت و برقی میزنیم. میتونیم با همین گوشت داخلش هم گوشت و برقی بزنیم. دیگه سلیقه ای هست که بخواییم گوشتاش مشخص باشه ریش ریش داخلش یا همش به صورت مخلوط و حالت حلیمی پیدا بکنه. دوستان وقتی که میخواین گوشت و برقه بزنین حتما باید توی ظرف بزرگ بزنین و یعنی حلیمتون نصف ظرفتون باشه، اگه بیشتر باشه میپاشه بیرون، پس توی ظرف بزرگتر این کار انجام بدین. اگه گوشت و برقه ندارین با گوشت و دستی هم میتونین بزنین یا داخل مخلوط کن هم میتونین بریزین. خب کاملا له شده این حلیم، حالا باید مدام هم بزنیم. به مدت 1/2 ساعت این حلیم رو مدام هم میزنیم که نچسبه، چون وقتی که دیگه گوشکوب زدیم له شده دیگه میچسبه. این رو هم میزنیم که بعدا یه خورده آبش کشیده بشه و به همون غلظت مورد نظرمون برسه. خب دوستان عزیز این هم از حلیم خونگی ما. میتونین داخلش کنجد هم بریزین یا حالا برای تزیین روش کنجد بریزین، کنجد طعمش رو خیلی خوب میکنه. و اینکه میتونین نمک بریزین داخلش یا شکر بریزین. بعضی ها حلیم رو با شکر میخورن و بعضی ها با نمک میخورن، دیگه این بستگی به ذائقه شما داره. میتونین حلیم رو توی آرامپز بذارین، شب بذارین تا صبح حلیم شما آماده هست، خیلی راحت و خیلی بی‌دردسر. حلیم غذای راحتی هست، نیاز به مواد اولیه زیادی نداره، فقط زمان پختش طولانی هست که اونم اگه با بلغور گندم درست بکنی خیلی زود پخته میشه. امیدوارم که از ویدیو امروز خوشتون اومده باشه و مورد استفادهتون واقع شده باشه. تا ویدیو بعدی و آموزش‌های بعدی، خدا نگهدار.